بپردازیم به شرایط آب و هوای ایران که پیش بینی ها نشون میده موج تازه بارش در حال ورود به نیمه غربی و شمال غربی کشوره. سازمان هواشناسی به مردم به صورت جدی هشدار داد که از سفرهای غیر ضروری خصوصا در مناطق کوهستانی و مستعد سیلاب خودداری کنند. همینطور به شهروندان سرخس و تربتجام در خراسان رضوی هم توصیه شده در مسیر گذرگاه‌های آبی قرار نگیرند، به خصوص فردا جمعه. قرار روزهای یک شنبه و دوشنبه هم یک بار دیگه موج بارش به استانهای کرمانشاه، خوزستان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و استانهای درگیر سیلاب برگرده. هرچند گفته شده شدت بارش‌های در راه کمتر خواهد بود، اما بر ضرورت رعایت مسائل ایمنی و اقدامات پیشگیرانه هم تاکید شده. گذشته از اینها، عملکرد مسئولین قبل و بعد از این بحران هنوز مورد بحث کارشناسان و رسانه هاست. فیروزه اینجاست تا به بخشی از اونها و آخرین اخبار مربوط به آب و هوای ایران. ببین، 44 انسان جان خودشون رو از دست دادند و این اتفاق بزرگی هستش. به همون اندازه که سیل گسترده هست، به همون اندازه هم انتقادات از عملکرد مدیران مسئول در سراسر ایران گسترده هستش. همین امروز هشدارها در مورد شوش هستش. 8 روستا در شوش در واقع دستور گرفتن که تخلیه بشن. خوزستان کلن شرایطش الان خطرناکتر هستش و پرتهدید هستش. حالا در گزارش‌های مستندش و فرشاد آنچه که گزارشگرها فرستادن خواهیم دید. اما بپردازیم به این انتقاداتی که کارشناسان داشتن. سرفصل‌وار اینا رو با هم مرور کنیم مثل دیروز. اولین مسئله‌ای که مطرح شده این روستای آقلاس که باز دوباره پرسش‌ها بسیاری رو از کارشناسان بهش پرداختند که نزدیک به چند صد سال این روستا عمر داشته، مگر میزان این بارش‌ها چقدر بوده که این روستا رو بدل کرده، این منطقه رو بدل کرده به یک استخر بزرگ که بعد از 10-11 روز هنوز 30% در آب هستش و هنوز این مسئله حل نشده. پاسخی که دادن کارشناسان چی بوده؟ پاسخ همون بحث پوشش‌های گیاهی و بحث پوشش‌های جنگلی هستش که روز به روز از تعدادشون کاسته شده. در واقع همون جنگل خاری و جنگل تخریب. دقیقاً. بحث دیگه‌ای که مطرحه در مورد مدیریت جنگلداری هستش. حالا هر آنچه که هست رو چگونه نگاه دارن؟ به هر حال بحث‌های فنی هستش. پایش‌های ماهواره‌ای مطرح کردند کارشناسان که هیچ وقت بابت این قضیه تخصیص بودجه داده نشده. همطور که گفتیم چند روز پیش، خود وزیر کشاورزی آقای حجتی گفتند که تا به اینجا 500 میلیارد تومان هزینه برداشته برای فقط صنعت کشاورزی ایران و اگر بسنده نمی‌کردند به اینکه این تخصیص ها رو بدند بابت ماهواره ها و یا سیستم هایی که حفظ کنن همین جنگل های موجود رو، آیا ارزون تر تمام نمی‌شد؟ بحث دیگه‌ای که مطرحه دوباره بحث حریم رودخانه هاست. دیروز ما شیراز رو بررسی کردیم، امروز گزارش میدانی دیدم از آقای کریمی در یک از رسانه های داخلی. ایشون رفته بودند سر پل ذهاب و بررسی کرده بودند که تصاویرش هم ما داشتیم که دقیقاً در مسیر رودخانه ها کانکس های این زلزله نشین ها هستش. یعنی چه کسی اینها رو مدیریت میکنه؟ از یک طرف دیگه بنر میزنند که در مسیر رودخانه ها قرار نگیرید، از یک طرف دیگه خودشون اسکانی رو که به مردم میدن، به مردم زلزله زده میدن، دقیقاً در مجاورت با این رودخانه هاست. بس ایشون هم یه تیتر زیبایی زده بودن و نوشته بودن که در واقع سر پل ذهاب با زلزله ویران شد، با سیل از میان رفت. و اینها پرسش هاییه که هرچه بیشتر بگذره بیشتر و عمیق‌تر بهش بررسی میشه و ما هم حتما بهش. امیدواریم بیشتر از این شاهد اتفاقات ناگوار در اون منطقه نباشیم. امیدواریم. مرسی فیروزه. و حالا بخشی از گزارش